دامون محمدی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. پزشکان در مراسم تحلیفش گفت که دولت او متعهد به رفع تحریم هاست. فکر میکنید که چقدر این سیاست اجرایی و عملیه؟ با درود احترام خدمت شما بینندگان محترم، عرض کنم که خب ما برای این داستان رفع تحریم ها، این حکایتی است که همه رئیس جمهورها به یه شکلی اینو مطرح کردن. آقای روحانی با یک عبارت با کت خدا باید گفتگو کردن وارد شد و بعد در دولت های رئیسی اومدن اصلا برجام رو اسمش عوض کردن، گذاشتن نمیدونم مذاکرات برای رفع تحریم. حالا ایشون هم داره به این شکل در واقع بحث رفع تحریم ها رو به عنوان خط مشی اصلی خودش تعریف میکنه. اما مسئله ای که واقعا پشت این داستان وجود داره اینه که شما برای این قضیه باید ببینید که چرا تحریم شدی و مجموع رفتارها و اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که الان هستیم به چه گونه است و اساسا چه کارت بازی جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه که با این سیاست های خامنه ای که به گونه‌ای سیاست تخاصمی سعی کرده که به یه شکلی قدرت تقابل خودش رو بالا ببره و در همون جایگاه تخاصمی خودش رو نگه داره. من بعید میدونم که با این نگاه واقعا بشه به جایی رسید. شما همینطور که مشاهده میکنیم در مجلسی که در مراسمی که هم شعار مرگ بر آمریکا داده میشه، هم شعار مرگ بر اسرائیل داده میشه و افرادی که در واقع به عنوان مهمان در این جلسه شرکت میکنن افرادی هستن که خب در شرایط کنونی منطقه در تقابل با غرب قرار دارن و به یه شکلی میشه گفت این تقابل ابعاد خیلی گسترده‌ای پیدا داره میکنه و هی روز به روز افزونتر میشه برای این گستردگیش. و خب در چنین شرایطی در کنار اون مسائل شعارگونه ای که به هر حال همواره یه عده‌ای تحلیل میکنن که اینها در واقع در روی داستان در پشت داستان بگونی دیگه است، اما واقعا مغز و اون جانمایه سیاست های خامنه ای همون سیاست تخاصمی است. با این نگاه تخاصمی به نظرم میاد که رایی که جمهوری اسلامی واقعا میتونه داشته باشه اینه که در مسئله هسته ای یک عقب نشینی معناداری بکنه و در رابطه با اسرائیل هم بتونه یک در واقع شرایط متفاوتی نسبت به این نگاهی که الان شاهد هستیم داشته باشه، وگرنه در غیر این صورت با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل در شرایط ویژه‌ای قرار داره و اساسا منطقه تلاشش برای اینه که به یه شکلی با همه این اتفاقاتی که افتاده در تعامل با اسرائیل به یک صلحی برسه، این موضوعی که جمهوری اسلامی داره میگیره و این شرایطی که داره به نظر میاد که شرایط خیلی دشواری است و این ادعایی که در واقع مطرح میشه چیزی است که دوباره ما رو به شرایطی میبره که مدام زمان بخره جمهوری اسلامی. متاسفانه اون دایره زمانی و محدوده زمانی که جمهوری اسلامی تا حالا تونسته باش بازی بکنه داره رو به اتمام میره و تنها راهی که میمونه اینه که تغییر رفتار جدی در جمهوری اسلامی شاهد باشیم که به نظر میاد که با این سیاست ما تغییر رفتار رو نخواهیم داشت. آقای خامنه‌ای در یک حالت بسیار توهمی و به نوعی میشه گفت غرگونه‌ای قرار داره که بعید میدونم که حالا با همه تفاصیلی که در واقع تحلیلایی که مطرح میکنن که حضور آقای پزشکیان به معنی تعامل است، اما این چیزی که من دارم میبینم و شواهد دارم نشون میده به نظر میاد که همون گفتمانه، همون در واقع شرایط، فقط با این مقدار ادبیات ملایم‌تر و متفاوت‌تر از قشری که آقای جلیلی در واقع نمایندگیش میکنه. و نظر شما رو بدون در مورد اون بخش از صحبت های پزشکیان که در خصوص سیاست های مقابله با زنان صحبت میکرد. ببینید خب مسئله همینجاست، وقتی که شما نگاهت نگاه دینی باشه و اساسا کرامت انسانی رو از نگاه دینی بخوای دنبال بکنی، اون چیزی که مطالبات زنان در واقع مملکت ما هست به عنوان آزادی حق پوششون به هیچ وجه در واقع مطرح نخواهد شد و به هیچ وجه اصلا دیده نخواهد شد. همین آقای خامنه‌ای که آقای پزشکیان به دنبال پیروی از سیاست ایشون هست، مسئله حجاب رو به عنوان حرام سیاسی مطرح کرده و با همه عرض می‌کنم بازم تفاصیلی که بسیاری مطرح می‌کنن، این نکته اون چیزی نیست که واقعا از بحث جامعه در اومده و در واقع مطالبه جامعه است. یعنی کرامت انسانی از جنبه این آقایون آن کرامتی است که اینا خودشون تعریف میکنن، یعنی انسان رو به عنوان یک انسان آزادی که برابری بین زن و مرد وجود داره اساسا براشون معنا نداره. و همونطور که آقای پزشکیان در جای دیگه هم اشاره کرد، بیشتر نگاهشون فرهنگی است، نگاهشون اینه که ما ملایم‌تر برخورد بکنیم اما همون سیاست‌ها رو و همون در واقع نگاه داشته باشیم و متأسفانه با این نگاه ما به اون مطالبه اصلی مردم نخواهیم رسید. متشکرم. دامون محمدی تحلیلگر سیاسی.